سرخط خبرها. میزنه با توی دروازه، دروازه پیکان باز شد. واکنش ها به پیام بازیکن تیم پرسپولیس مهدی ترابی گفته روی صحبتش با مسئولان بوده. هکرهای ایرانی در دام هکرهای روس، روسها پشت نقاب ایرانی ها به اهدافشان حمله کردند. بعد از 5 روز اعتراض در لبنان، دولت اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد. نخست وزیر میگوید پولهای غارت شده به کشور برمیگردد. اعتراض روزنامه‌های استرالیا به محدودیت‌های رسانه‌ای. روزنامه‌های بزرگ صفحه اول خود را سانسور شده چاپ کردند. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. در لیگ برتر فوتبال ایران واکنش یکی از بازیکنان پرسپولیس بعد از زدن گل به تیم پیکان حرف و حدیث زیادی به همراه داشته. مهدی ترابی بازیکن ملی پوش پرسپولیس بعد از اینکه گل اول این مسابقه را زد، پیراهن خود را بالا برد تا نوشته روی زیر پیراهنی اش را نشان دهد. او نوشته بود تنها راه نجات کشور مساوی است با اطاعت از رهبری. این پیام مهدی ترابی در حالی به تیتر امروز روزنامه کیهان تبدیل شد که بعضی در شبکه‌های اجتماعی او را به فرصت طلبی متهم کردند. مهدی ترابی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفته روی صحبتش با مسئولان بوده و این حرکت را خودجوش انجام داده. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما در استودیو با ماست و جزئیات این خبر را دنبال کرده. پوریا، بحث در اینه که آیا سیاست و فوتبال میتونن با هم قاطی بشن یا نه؟ خب اتفاقیه که زیاد میفته. من اول از همه میخواستم این نکته بگم، نمیدونم که تصویر گل رو ما داریم یا نه، چون من خیلی بارها این گل رو که نگاه کردم به نظر میاد که گل مهدی ترابی نیست، چون خارج از چارچوب دروازه زده شده و خورده به پای دفاع حریف رفته، یعنی از نظر قانونی. آها، اصلا تو داری بحث گل بوده. نباید خوشحالی میکرده، باید میتونست خوشحالی بکنه برای گل، ولی که گل به اسم ایشون نباید باشه از نظر قانونی، چون بارها نگاه کردم ضربه خارج چارچوبه. ولی خب این اتفاقی که تو این روزها به خصوص داریم خیلی زیاد میبینیم، نه فقط در ایران، نمونه های خیلی بزرگترش رو میبینیم. بحثای مختلف اجتماعی و سیاسی هستن که مطرح میشن. از همه مهمتر اتفاقی بودش که در مورد تیم ملی ترکیه دو بار افتاد بعد از حمله کشور ترکیه به خاک سوریه و مسائلی که سر کردها به وجود اومد و عکس‌العمل سلام نظامی که دادن که الان در حال بررسی هستش از طرف اتحادیه فوتبال اروپا و قاعدتا فیفا هم خیلی نظر جالبی نداره روی این داستان، داره سعی میکنه که این قوانین تا جایی که میشه اعمال بکنه. همین هفته پیش هم اگه که یادتون باشه شنیدیم که به خاطر اتفاقایی که اون گروه نئونازی سر بازی بلغارستان و انگلستان ایجاد کرده بودن، رئیس فدراسیون فوتبال بلغارستان استفاده داده، مربی این تیم استفاده داده. یعنی در روزگاری که فیفا داره سعی میکنه که تا جایی که میشه فوتبال رو دور نگه داره از مسائل سیاسی و اجتماعی، همچنان داره به عنوان یک پلتفرمی که استفاده میکنن ازش استفاده میشه. البته جالب هم اینجاست که راجب مسابقه دیروز تیم‌های پرسپولیس و پیکان، در این حال که ایران همچنان با مسئله حضور زنان در استادیوم روبرو هست، چون بعد از اون بازی تیم ملی برگشتیم به بازی‌های باشگاهی و خیلی به صورت حالا عجیبی دو تیم استقلال و پرسپولیس که در استادیوم آزادی بازی میکنن اکثر مسابقات خودشون رو، از یک بازی خانگی بدون محروم شده بودن با حضور تماشاگران و دیروز هم که مهدی ترابی این کار رو انجام داد، تماشاگری در استادیوم حضور نداشت که این پیام رو از نزدیک بخواد ببینه. ولی مسئله هست که میشه گفتش که تا اندازه دخالت سیاست در ورزشه، ولی کن شاید اون نمونه مثلا وریا غفوری، صحبتایی که بازیکنان فوتبال میکنن و همینطور در جاهای مختلف دنیا داریم میبینیمش. پوریا، آقای ترابی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که من اصلا اهل سیاست نیستم و این پیامی هم بوده برای حل مشکلات ایران. اساسا آیا واقعا اهل سیاست نیست؟ چیزی میدونیم راجع به نگاه سیاسی؟ بله رانا، من خب سر مسابقه تیم ملی زیاد رفتم و بازم یه نکته عجیب دیگه راجع به زمانبندی این داستان اینه که مهدی ترابی تو چند سال گذشته بازیکن تیم ملی بوده، آخرین اردو رو دعوت نشده، یعنی فعلا جزء تیم ملی نیستش.
و اینکه خب حالا این حرکت تا چه اندازه میتونه رابطه داشته باشه با این مسئله که به تیم ملی دعوت نشده، این دیگه انگیزه خانی نمیخوایم بکنیم. اما اون چیزی که از تورایی دیدم واقعا بازیکن مؤدبی هست، سر به زیر، زیاد اصلا با بقیه بازیکنها گرم نمیگیره، خیلی گوشه‌گیره. معمولا وقتی که مثلا مسابقه انجام میشه، چه بازی کرده باشه چه نکرده باشه، یه هدفون بزرگی داره رو گوشش هستش، خیلی آروم یاد رد میشه. من نهیده بودم که زیاد اصلا اهل مصاحبه کردن باشه و خیلی هم تعجب کردم وقتی که این پیامو دیدم. و نکته عجیب دیگه اینه که توی خبرگزاری تسلیم اون مصاحبه که انجام داده میگه که من میدونستم که این حرکتو بکنم هم واکنش‌های منفی خواهد داشت هم واکنش‌های مثبت خواهد داشت. خلاصه حرکت پر حرف و حدیثی هست و یه مقدار عجیب بود از مهدی ترابی. برگشته گفته که در مورد سربازی من هم نیستش، یعنی به قول معروف حالا متهم شده بود به اینکه دنبال گرفتن مافیا نمیخوام بگم، مثلا شاید بخواد خودشیرینی کرده باشه که بخواد مافیات سربازی گرفته باشه، ولی که خب بازیکن با استعدادی هست، سالهای سالی که داره برای تیم ملی بازی میکنه، با وجود سن کمش از زمان کارلوس کیروش اومد و همیشه بحث این مطرح بوده که چرا به یه تیم بزرگ اروپایی نمیره و شاید این مسئله سربازی یکی از این چیزایی بوده که جلوشو میگیره. حالا برای خودش تکذیب کرده و گفته هدفش این نبوده. متشکرم پوریا جعفری در استودیو با ما. دستگاه‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا می‌گویند گروهی از هکرهای روس با سوء استفاده از ابزارها و مجراهای مورد استفاده گروهی از هکرهای ایرانی به اهداف خود حمله کردند. به سازمان‌های در دست کم 20 کشور حمله شده و طبق این ارزیابی به مدت حدود یک سال و نیم هکرهای روس پشت نقاب هکرهای ایرانی به این عملیات ادامه دادند. اغلب هدف‌های حمله در خاورمیانه بوده. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت از نیویورک با ما. آقای رشیدی، در وهله اول میشه توضیح بدین که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چه کشورهای مورد هدف حمله بودن؟ کشورها خیلی زیادی بودن، عموما تو خاورمیانه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی سمت مصر و محلهای از این دست، عمدتا در خاورمیانه هدفهایی رو در واقع هدف گرفتن. اما این ابزاری که داره گفته میشه روس‌ها ازش استفاده کردن، در واقع چندی پیش توسط یک سری از افرادی خودشون رو آدمای معرفی میکردن که برگشتن از دستگاه امنیتی ایران و میخوان به مردم کمک بکنن، توی وبسایت‌هایی که ابزارهای هک و اینا رو میفروشن هم ارائه شده بود به عنوان این چیزی که گذاشته بودن برای فروش و بعد از اون اومدن یه سری کانال‌های تلگرامی درست کردن و عمومی هم اینا رو منتشر کردن. در واقع هکرای روسی از ابزارهای استفاده کردن که به شکل عمومی در دسترس بوده. پس این که میگن که در واقع در نقاب هکرهای ایران این کارو کردن یعنی چی و اساساً چه نیازی دارن که چنین کاری رو بکنن؟ به نظر میاد در واقع یه عملیاتی بوده برای اینکه بتونن پوشش بدن هویت خودشون رو. در واقع هم از ابزارهای ایران استفاده کردن و هم از زیرساخت اینترنت ایران. یعنی اگه مثلا میخواستن فرض کنید از نقطه آ به نقطه ب به نقطه ب حمله کنن، این نقطه آ رو درون ایران در نظر میگرفتن که نشون بدن که در واقع افرادی از ایران دارن چنین کاری میکنن. هم ابزارها رو تحت کنترل خودشون گرفتن و هم زیرساخت اینترنت، اون بخشی که در واقع هکرهای ایرانی ازش استفاده میکردن برای حمله به یک سری اهدافی در خارج از ایران، و تونسته بودن هویت خودشون رو جعل بکنن به عنوان ایرانی خودشون رو جا بزنن. بله، متشکرم. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت از نیویورک با ما. با ادامه اعتراضات در لبنان، کابینه اصلاحات اقتصادی دولت را تصویب کرد. طرحی که حقوق مقام‌های فعلی و پیشین دولت را به نصف کاهش می‌دهد و شامل تلاش‌های برای کاهش فساد اداری می‌شود. سعد حریری نخست وزیر بعد از تصویب این اصلاحات در یک سخنرانی تلویزیونی گفت مردم لبنان حق دارند بدون هیچ نگرانی اعتراض کنند. آقای حریری گفت اعتراضات در چند روز گذشته روحیه ملی‌گرایی لبنانی‌ها را زنده کرده، حرکتی که می‌تواند به فرقه‌گرایی پایان دهد. تظاهرات خیابانی در بیروت و دیگر شهرها وارد پنجمین روز شده. معترضان خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هستند. باران عباسی گزارش می‌دهد. بیروت پنجمین روز اعتراض‌ها علیه دولت سعد حریری. معترضان جاده‌های مرکز شهر را بستند و خواستار اعتصاب سراسری شدند. بسیاری از بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها تعطیلند. دولت سعد حریری برای کنترل اوضاع به تکاپو افتاده. امروز اعضای کابینه در کاخ بعبدا جمع شدند. در جلسه‌ای به ریاست میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، هیئت وزیران طرحی از اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد. اصلاحاتی که حقوق مقام‌های ارشد فعلی و پیشین را نصف می‌کند، از بانک‌ها درخواست بیش از 3 میلیارد دلار وام خواهد کرد، بخش مخابرات را خصوصی می‌کند و صنعت تولید و توزیع برق را بازسازی.
بعد از تصویب این طرح، نخست وزیر در نطقی تلویزیونی گفت تظاهرات حق مردم است. هدف از این تصمیم این نبوده که مانع مردم در نشان دادن خشمشان بشویم. تصمیم در این باره به عهده خود شماست و هیچ کس برای شما محدودیت زمانی تعیین نمی کند. اعتراض ها در لبنان ابتدا به طرح دولت برای مالیات بستن به کاربران واتساپ و دیگر سرویس های پیام رسانه اینترنتی شروع شد. دولت به سرعت این طرح را حذف کرد، اما دیگر دیر شده بود. معترضان در خیابان ها ماندند و خواستار تغییرات اساسی شدند. حرکتی بی سابقه که به گفته رئیس جمهوری نشان دهنده درد مردم است. خشم از کندی رشد اقتصادی و بدهی بالا، از فساد مقام ها و قوانین ریاضت اقتصادی و از خدمات ضعیف دولتی و مدیریت ضعیف شهری که قطعی برق و زباله های انباشته در خیابان ها را به بخشی از زندگی روزانه تبدیل کرده. دولت میگوید همه مقام ها فاسد نیستند. اینکه نیاز دارد از نهادهای بین المللی 11 میلیارد دلار وام بگیرد و در مقابل مجبور است به قوانین ریاضتی تن دهد. استدلال دولت اما تا اینجا مردم را به بازگشتن به خانه هایشان ترغیب نکرده. ما تو خیابونیم و از اینجا تکون نمیخوریم. این مهمترین پیام ماست. ما این جنبش اعتراضی رو ادامه میدیم و عقب نشینی نمی کنیم. تا خواستامون برآورده نشه از خیابونا نمیریم. خواستامون کاملا موجهه. مردم به نقطه ای رسیدن که دارن خفه میشن و راه برگشت ندارن. در چند روز گذشته تقسیم بندی های قومی و مذهبی بین این مردم کم رنگ تر شده. در کشوری که جایگاه مردم و سیاستمداران با سنی، شیعه یا مسیحی بودن تعریف می شود، برای معترضان مهم تنها اتحاد در مقابل رهبران است. در خیابان های بیروت این روزها همه لبنانی هستند. باران عباسی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رفتار بعد از گل یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس واکنش‌های زیادی به دنبال داشته، اما مهدی ترابی می‌گوید روی صحبتش با مسئولان بوده. دستگاه‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا می‌گویند گروهی از هکرهای روس با استفاده از هویت و زیرساخت‌های هکرهای ایرانی به اهداف خود حمله کردند. در ادامه برنامه، سینماگران افغان جایزه اصلی جشنواره فیلم‌های مستند دیدار در تاجیکستان را از آن خود کردند. رای دهندگان کانادایی ساعتی پیش برای انتخاب نمایندگان مجلس و نخست وزیر پای صندوق‌های رای رفتند. بر اساس نظرسنجی‌ها، دولت حاکم از حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو در رقابتی بسیار نزدیک با حزب محافظه‌کار قرار دارد و احزاب کوچکتر چپگرا و سبز هم ممکن است سهم بیشتری از آرا را به خود اختصاص دهند. مجلس کانادا هم اکنون دو نماینده ایرانی تبار و یک نماینده افغان تبار هم دارد. یک افغان تبار دیگر هم نامزد نمایندگی مجلس شده. ساعتی پیش از بهمن کلباسی، خبرنگارمان که برای پوشش این انتخابات به تورنتو رفته، پرسیدیم تا اینجا رقابت‌های انتخاباتی کانادا چطور پیش رفته. اونچه که در یک سال گذشته در انتخابات در فضای سیاسی کانادا رخ داده، سبب شده که تصوری که وجود داشت قبل از اون مبنی بر اینکه آقای جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال به راحتی میتونه دوباره انتخاب بشه رو به شدت زیر سوال برده. وقایع این یک سال گذشته نشون داده که او تصویری که از خودش به دست داد به عنوان کسی که طرفدار حقوق زنان هست، برای مسائل محیط زیستی ارزش زیادی قائله، برای بومی های کانادا برنامه هایی داره که روابط اونها رو با اکثریت جامعه بهبود میبخشه و شرایطشون رو همچنین، همه اینها زیر سوال رفته. یکیش علت اصلیش این بود که با یک وزیر زنی دادگستریش در افتاد و او رو تحت فشار گذاشت که یک شرکتی رو محاکمه نکنه به خاطر اینکه اون شرکت فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کرد. و یک قسمت دیگرش این بود که برخلاف توصیه بسیاری از طرفداران محیط زیست و نگران کسانی که نگران تغییرات اقلیمی هستند، پول گذاشت برای خرید یک لوله نفت و در نهایت هم اون جریان سیاه کردن صورتش، تصاویری که منتشر شد از جوانیش که بسیاری او رو به نژادپرستی متهم کردن، همه اینها این انتخابات رو برای خیلی مشکل‌تر از اون چیزی که پیش بینی می‌شد کرده. و در این مدتی هم که در سراسر این کشور در حال
مبارزه انتخاباتی بوده، بخش بزرگی از وقتش به معذرت خواهی گذشته و اینکه کانادایی از کانادایی بخوان که بهش یک فرصت دیگه بدن. امروز مشخص خواهد شد که اون فرصت دیگر رو خواهند داد یا اینکه حزب محافظه‌کار میتونه به قدرت برسه و آقای ترودو فقط به چهار سال محدود میشه. بهمن کلباسی بود خبرنگار ما که برای پوشش انتخابات کانادا به تورنتو رفته. وزیر دفاع آمریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که افغان‌ها نباید خروج سربازان آمریکایی از سوریه به این نگرانی دامن بزند که سربازان آمریکایی از افغانستان هم خارج خواهند شد. مارک اسپر در نشست خبری در کابل گفته که تعهد آمریکا در افغانستان درازمدت است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که خواهان کاهش نیروهایش در افغانستان است. در حال حاضر حدود 12,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. همکارم علی حسینی از کابل با ما. علی، آقای اسپر در این کنفرانس خبری دیگه چی گفته؟ موضوعی که تقریبا میشه گفت در یک هفته گذشته سه مقام بلندپایه آمریکا به افغانستان آمدن، از جمله همین وزیر دفاعش مارک اسپر، در کنار او نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین معاون وزارت خارجه این کشور، هر سه نوعی تأکید داشتن بر ادامه همکاری ها و تعهدات ایالات متحده آمریکا با افغانستان. مشخصا قبل از اینکه آقای اسپر پایش به افغانستان برسه به موضوع گفتگو و مذاکره با طالبان اشاره کرده، گفت بهترین راه حل این است که یک راه حل برای صلح و گفتگو و مذاکره برای صلح ایجاد شود، بهترین راه است. او در کنفرانس خبری یک بار دیگر هم تاکید کرد که ادامه این همکاری‌های عملیاتی بین ایالات متحده آمریکا و همچنین افغانستان بدون در نظر داشت این که دولت بعدی دست چه کسی خواهد بود یا نتیجه انتخابات چه خواهد بود همچنان ادامه خواهد داشت. بیشتر در صحبت‌های خودش که با هم می‌شنویم. عملیات ضد تروریستی برای ما همچنان مهم و حیاتی است برای رسیدن به صلح و اطمینان از اینکه سازمان‌های تروریستی در افغانستان پناهگاه امن نداشته باشند. من از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای بی‌طرفی سیاسیشان و نیز تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری اخیر تشکر می‌کنم. مستقل از اینکه نتیجه انتخابات چه باشد، همکاری امنیتی ما با افغانستان قوی خواهد ماند. مأموریت ما در مقابله با تروریسم تغییر نکرده و همچنان به تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه خواهیم داد. علی، آیا حرفای آقای اسپر تونسته رفع نگرانی بکنه از رهبران افغانستان؟ آیا واکنشی داشتن تا اینجای کار؟ تا اینجای کار که باید زمان بیشتری در اختیار باشه تا ببینیم که واکنش رسمی مقام‌های دولت افغانستان چی خواهد بود، اما فعلا دولت افغانستان اشاره کرده به صحبت‌های دو طرف بین دیدار نمایندگان دو طرف، یعنی هم اسپر هم نانسی پلوسی و همچنین السویرس، و گفته که دو طرف در تا با مسائل امنیتی و مسائل فرامنطقه‌ای و همچنین انتخابات صحبت کردن. ولی برای دولت افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح و جنگ افغانستان چیزی که مهم است این است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید متعهدانه باشه، یک، و دیگر اینکه اگر قرار است گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان ادامه پیدا کنه، این گفتگوها باید نقش دولت افغانستان در آن مشخص باشه. و تاکید همیشگی دولت افغانستان هم این بوده که مذاکراتی به ثمر خواهد نشست که دولت افغانستان بخشی از آن مذاکرات باشد و تاکیدش این است که بخش اصلی این مذاکرات باشد. حالا ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه منتظر نتایج انتخابات است و هر دو طرف، یعنی دولت بعدی افغانستان و همچنین ایالات متحده آمریکا، منتظر میمونن که نتایج انتخابات چه خواهد بود که بعد از نتایج انتخابات مذاکرات صلح و جنگ افغانستان جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. متشکرم علی حسینی همکارم از کابل. و اما تصاویر زنده‌ای داریم از پارلمان بریتانیا، جایی که نخست وزیر بریتانیا امیدوار بود که بتونه توافق تازه‌اش رو با اتحادیه اروپا برای خروج از اتحادیه دوباره به رأی بگذاره. اما بنابر گزارش‌ها دقایقی پیش جان برکو رئیس پارلمان این درخواست دولت رو رد کرده و گفته که امکان رأی‌گیری دوباره درباره توافق بوریس جانسون با اتحادیه اروپا وجود نداره. جان برکو گفته که
این تلاش تکراری و بیهوده است و نیازی از دید او وجود نداره. برای اینکه روز شنبه نمایندگان مجلس این توافق رو رد کردن و خواهان تمدید زمان مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده پارلمان بریتانیا است، جایی که درخواست نخست وزیر بریتانیا برای رأی‌گیری دوباره در رابطه با توافق تازه خروج از اتحادیه اروپا توسط رئیس پارلمان رد شد. اما در استرالیا همه رسانه‌ها از جمله رسانه‌های رقیب در اقدامی هماهنگ و نمادین امروز به صورت سانسور شده منتشر شدند. در صفحه اول همه روزنامه‌ها نوشته شده وقتی دولت واقعیت را از شما پنهان می‌کند در حال مخفی کردن چیست. این رسانه‌ها می‌گویند اقدام‌های سختگیرانه دولتی مانع اطلاع رسانی درست آنها شده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. این تصویری است که در صفحه یک روزنامه‌های بزرگ امروز استرالیا به طور همزمان دیده می‌شود. سانسور شده، نمادین و اعتراضی. The Financial Review. Thank you. The Age. Yes. به نظرتون شباهتی در صفحات اول این روزنامه ها هست؟ Well, it looks like someone. خب به نظر میاد کسی با ماژیک مشکی روی نوشته ها کشیده باشه. آیا زمانی که کمیسر پلیس شدید این فرصت رو داشتید که با سردبیرهای رسانه‌ها در سراسر کشور دیدار کنید یا با آنها صحبت کنید؟ تا این لحظه نه، من قصد داشتم این کارو بکنم. این اقدام نمادین روزنامه‌های استرالیا اعتراضی است به قانونی که آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند. نمایشی از اتحاد در صنعت رسانه. اینجا هم پارلمان استرالیا است، جایی که امروز و همزمان با سانسور نمادین روزنامه‌ها درباره آزادی مطبوعات صحبت شد. آقای رئیس، دولت به آزادی مطبوعات در این کشور اعتقاد کامل دارد. ما کارهایی برای افزایش دفاع بیشتر از قانون کرده ایم تا به روزنامه نگاران اطمینان بدهیم که بتوانند وظایفشان را انجام بدهند. استرالیا هیچ قانون حمایتی برای آزادی بیان ندارد. 4 ماه پیش نیروهای دولتی به خانه این روزنامه نگار و دفتر شبکه خبری ABC حمله کردند. دلیل این حمله این بود که این رسانه اطلاعات محرمانه ای را منتشر کرده بود که به بیرون درز کرده بود. در گزارش ABC آمده که نیروهای استرالیایی در افغانستان افراد غیر مسلح و کودکان را کشتند. گزارشی که پلیس فدرال استرالیا آن را جرم خوانده بود و ABC گفته بود این خبر جزء منافع ملی استرالیا بوده و خبرهای تلخ هم باید به مردم داده شود. این کار دولت با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری روبرو شده بود. رسانه‌ها هم می‌گویند این کار و کارهای مشابه باعث محدود شدن آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌شود. اعتراض روزنامه‌های استرالیا با هدف فشار عمومی بر دولت انجام شده تا روزنامه‌نگاران را از قوانینی که دسترسی آنها به اطلاعات حساس را محدود می‌کند مستثنا کند. فرین آسمی، BBC. و یک مستند ساخته سینماگران افغانستان جایزه اصلی اولین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند دیدار رو در تاجیکستان برد. 1001 زنی چون من ساخته صحرا موسوی‌مانی کارگردان افغان از جمله مستنداتی بود که در جشنواره شرکت کرد. در جشنواره‌ای که در 5 روز اخیر در شهر دوشنبه برگزار شد، نزدیک به 60 مستند از کشورهای مختلف رقابت کردند. خبرنگار ما سهراب زیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. جشنواره بین المللی فیلم های مستند دیدار برای اولین بار برگزار شد. اگرچه خود جشنواره دیدار از 15 سال پیش بدین سو 2 سال یک بار دایر می شود. سینما در تاجیکستان 90 سال عمر دارد و اولین فیلمی ساخته سینماگران تاجیک هم یک مستند بوده است. در نخستین جشنواره بین المللی فیلم های مستند دیدار 10 فیلم کوتاه و بلند مستندسازان تاجیک به نمایش درآمد. جایزه اصلی در بخش فیلم های تاجیکی به مستند استاد کیمیاگر روف رسید. مؤلف و کارگردان آن فیض الله فیضوف کارگردان جوانی تاجیک است. او تحصیل کرده دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان و دانشکده سینما و تئاتری تهران است. آقای فیضوف هم به دلیل فیلمبرداری فیلم تازه‌اش در مراسم اعطای جوایز حضور نداشت. مستند استاد کیمیاگروف زندگی و کارنامه بوریس کیمیاگروف، کارگردان فیلم‌های کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب
و داستان سیاوش را به تصویر کشیده. این فیلم ها بر پایه داستان‌های شاهنامه فردوسی ساخته شده و در زمان شوروی شهرت تاجیک فیلم را به بیرون از مرزهای امروزی تاجیکستان بردند. جوایز دیگری جشنواره فیلم های مستند دیدار را سینماگران ایرانی، روس و تاجیک و قزاق گرفتند. بیشتری مستندهای جشنواره به سرنوشت زنان ربط داشتند و آنها را کارگردان های زن ساختند. قاضی فکر میکنه من دروغ میگم، من دروغ میگفتم، باید حالا وقت دو ثبوت داشته بر دوش از بین میبرد، می تقصیشم نمیشدم. مستندی هزار و یک زن چون من داستان زندگی خاطره 23 ساله است. زنی جوان افغانه که علی رغم اراده خانواده و سنت های رایج در افغانستان میخواهد پدرش را مجازات کند. پدری را که سالیان زیاد با او تجاوز میکرده. پدر تو ادعا میکنه که دختر ما با کس دیگه ارتباط داره و این مستند صدای قلب هزارها زنی افغان است که چهار دهه جنگ و ناآرامی در کشورشان آنها را سیاه روز کرده. سهرا موسوی ایمانی، کارگردان جوان این فیلم، دانشگاه هنرهای لندن را فرا گرفته و تا حالا بیش از 15 فیلم کوتاه داستانی و مستند ساخته است. گویا مستندهای ساخته زنان درباره خود آنهاست. این احساس هنگام تماشای مستند هزار و یک زنی چون من برایم دست داد. این مستند قهرمانی دارد و داستان بسیار صمیمی و معتمد به تصویر در آمده. اصلاً قصه گویی درباره خود یک گرایش مدرن در هنر سینماست. ظاهراً آزادی و دسترسی آسان به امکان ساختن مستند یا حداقل رویای دسترسی آسان امکانی را فراهم آورده تا زنان بیشتر درباره خود و مشکلاتشان بگویند. در مراسم اعطای جوایز سازندگان مستند هزار و یک زن چون من حضور نداشتند. برای ما همچون فیلم ها ساختنش معنای این میده که آگاهی داده بتانیم مردمه که مردم ما در چی حالت قرار دارن و چطور میتونه خود نجات بدن. شما ببینید در یک جامعه که قانون حکم فرما نباشه، وحشت باشه، قتل باشه، کشتار باشه، فساد باشه، در اونجا دیگه چی توقع میداشته باشید؟ مجبور هستیم، سینماگرای ما مجبور میشه که تصویر بکشن، بتون به تصویر تا جهان آگاه باشد. در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم های مستند دیدار نشست با حضور سینماگران کشورهای مختلف برای بررسی وضع مستندسازی در منطقه برگزار شد. در این نشست تاکید شد که معماهای زیاده در کار ساخت فیلم مستند در جمهوری های آسیای میانه وجود دارد و سینماگران این کشورها باید راهی حل برای آنها پیدا کنند. ضمناً جشنواره بین المللی فیلم های مستند دیدار نخستین فستیوال فیلم مستند در آسیای میانه است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهیتون.